Алишер Усмонов, миллиардери узбактабор, дар як мусоҳибаи ихтисосӣ ба хабаргузории Reuters гуфт, ки ба раҳбари нави Узбекистон дар муаррифии ин кишвар ба ҷаҳони берунӣ мусоидат мекунад. Ӯ гуфт, ният дорад то ҳадди тавонаш ба иқтисоди Узбекистон низ сармоягузорӣ намояд. Усмонов, ки молики чанд корхонаи истихроҷи маъдан ва клуби футболи Арсенали Лондон аст, нахустин бор ба таври боз дар бораи ҳамкориҳояш бо мақомоти Узбекистон нақл кард. پشتیبانی علیشیر عثمانوف به احتمال غالب موقع پریزیدنت شوکت میرزیویف را تقویت می بخشد، چون پریزیدنت این کشور آسیای مرکزی تلاش دارد کشورش را بعد 4.5 قرن فشار و محدودیت ها و اقتصادی نقشوی نوسازی کند، ولی عین زمان می تواند با فشارهای احتمالی در داخل کشور هم روبرو شود. آماده هستم با هر راه کمکشان کنم و حالا هم این کار را می کنم، گفت علیشیر عثمانوف در یک صحبت تلفنی با اگنتی رویتر. و افزود، نقش امروزه من از مشورت و مصلحت دادن عبارت است، اینچنین بعض طرحهای خیریه را راه اندازی میکنم. به سوال خبرنگار درباره اینکه چه مقدار مبلغ را او آماده است به ازبکستان اختصاص دهد، عثمانوف گفت هر قدری که از دستم آمد. صاحبکار شناخته رقم مشخص را به زبان نآورد، ولی از تقویت همکاری های بین کارخانه های استحصال معدن ازبکستان و شرکت های روسی USM که 49% سهمیه هایش را در اختیار دارد خبر داد. عثمانوف جزئیات دیگری دامن همکاری هایش را باز نکرد. عثمانوف 64 ساله در مقام پنجم فهرست ثروتمندترین افراد روسیه قرار دارد. مجله فوربس دارایی های عثمانوف را در حجم 15.2 میلیارد دلار ارزیابی میکند که 5 مجموعه محصولات داخلی ازبکستان را تشکیل میدهد. برخی ناظران بی‌طرف میگویند همایش یک ثروتمند مقیم روسیه با پرزیدنت میرزیویف در برابر برتری های معین اقتصادی پیامدهای خیلی جدی سیاسی هم داشته میتواند. علیشیر صدیق رئیس بخش ازبکی رادیوی آزادی میگوید نقش عثمانوف را در پرتو همایش مجموعه مسائل مالی عظیم و یک سیاست حساب شده باید بررسی کرد. از یک طرف عثمانوف در یک سال اخیر در تقویت قدرت میرزیویف نقش مهم بازیده است. میرزیویف را شخص پشتیبانی میکند که پول زیاد دارد و با پوتین هم رابطه های مستقیم برقرار کرده است. پشتیبانی کرملین با میرزیویف امکان میدهد که خود را یک رهبر و سیاستمدار قوی احساس کند. در داخل ازبکستان هیچ نفری از چنین پشتیبانی برخوردار نیست. از سوی دیگر سرمایه گذاری های عثمانوف با بخش های نفت و گاز، ساختمان راه های نو، همه این خوب است، ولی از نظر دورنمای این همکاری ها باید دید که ازبکستان زیر تاثیر کرمل و بیزنس روسیه قرار می گیرد. در دوره کریموف همه گونه گرایش به جانب روسیه به معنای ضعیفتر شدن سیاست مستقل ازبکستان فهمیده می شد. میرزیویف سوار هواپیمای خصوصی عثمانوف سپتامبر امسال به نیویورک با هدف شرکت در مجمع کلی سازمان ملل متحد رفته بود. شرکت ملی ازبکستان ایرویز گفت هواپیما با نرخ بازار به اجاره گرفته شد. با سوال ریترز درباره این پرواز عثمانوف گفت در حضور من مسئله پرواز میرزیویف حل و فصل شد. با اون خاطر بود که پرواز خیلی طولانی است و هواپیمای مناسب وجود نداشت. او گفت میخواستم هواپیما را به پول به استفاده بدهم و خیلی خرسند هم میشدم، ولی ازبکستان پافشاری کرد که استفاده از آن تنها بر اساس تجارتی صورت میگیرد. همین طور هم شد. مطبوعات خبر داده است که خواهرزاده همسر میرزیویف دیورا همسر بابور برادرزاده عثمانوف بود که سال 2013 هم در یک صدمه نقلیاتی درگذشت. با سوال در این باره عثمانوف گفت دیورا دیگر همسر سابق جیانی من نیست، او با مرد دیگر ازدواج کرده است و من هم خوشبختی او را آرزو میکنم.